فرهنگ های دنیا های کشورهای مختلف خب خیلی راحت تر شده. ماها توقع داریم که بچه ها باز میگم مثل ما ببینن، در صورتی که اونا با این تکنولوژی یه جور دیگه دارن میبینن، اصلا دنیا رو جور دیگری دارن میبینن. ماها خیلی با سختی بزرگ شدیم ولی بچه های الان با سختی بزرگ نشدن. من همیشه خب پدرم میگه، میگه که مثلا شما سه تا برادر خواهر بودین، حالا حتی قبول شدید دانشگاه یا رتبه شدید یا حالا هر چیزی، هنر نکردید. ولی همیشه میگه که آقا ما مثلا تو خونه پدریمون هفت تا برادر خواهر بودیم، تو یه دونه اتاق درس میخوندیم، بعد تو مجبور بودیم که مثلا تابستونا کار بکنیم، برق نبود. خب خیلی که تو شهرستان زندگی میکنن، حتی تو تهران قدیم شاید شما هم بعضیاتون تجربه کرده باشید، خب برقی نبود، گازی نبود. بابا میگه که میرفتیم سر کوچه تیر چراغ برق بود، زیرش مینشستن بچه ها درس میخوندن، یا مثلا چرا خب یه اتاق بود، بلخص تو زمستونا سرد بود، همه مجبور بودیم تو یه اتاق بشینیم، هفت تا برادر خواهر، پدر مادر، نه نفر، دوره علایالدین. خب شرایطی که خیلی ها تجربه کردن. ولی خب بچه های الان اصلا یه همچین چیزایی براشون غریبه، اصلا ما داریم در مورد انگار اورانوس داریم باشون صحبت میکنیم، در صورتی که این قصه شاید 40 سال پیش این مملکته. ولی خب به هر حال میدونید ماها متاسفانه یه مقداری گاهن پیش میاد که سطح توقعمون از بچه ها بالاست. خب ولی این خواهش میکنم که این کار دیگه نکنیم. ماها تجربه هایی داریم که این بچه ها شاید ندارن. بچه ها رو با یه امکانات خیلی خیلی وسیع بزرگ کردید. ببینید پدر مادرها همیشه در هر نسل و دورانی موجوداتی بودن که عجیب غریب و فداکار، ولی نسل فعلی افتضاح دیگه فداکار، یعنی فداکار به توان ابدیت. این شماها بارها اینو به بچه هاتون گفتم، بارها تو حالا همایش های مختلف، کلاس های مختلف، همیشه از بچه ها خواستم که قدر شما عزیزان رو بدونن و میدونم که حتی کیف برای خودتون نمیخرید، بچه هاتون یه کتاب خوب داشته باشن، حتی یه مهمانی نمیرید، یه رستوران شاید به قاعده نمیرید که بچهتون کفش خوب پاش بکنه. اینو به هر حال ما به نوبه خودمون به بچه‌ها میگیم و میدونیم که شما دارید این کار رو میکنید، ولی خب قدیما این شکلی نبود. ما الان یه وقتای امکانات زیادی هم در اختیار بچه‌ها قرار دادم، خیلی وقتا کارو خراب میکنه. نمیخوام وارد بحث فرهنگی بشم چون نه بلدم، نه تخصصشو دارم، نه در جایگاهی هستم که در موردش صحبت کنم. این مقدمه چینی ها رو کردم که برسیم به اصل ماجرا و با هم دیگه گپ و گفتی رو داشته باشیم. چند تا نکته رو عرض کردم خدمتتون، میگم یادداشت بفرمایید، خواهش میکنم، که تو امسال چه کار بکنیم و چه برخوردی با بچه‌هامون داشته باشیم. چیزایی که به ذهن من میرسه رو در اختیار شما عزیزان میذارم. باز اگر دوستی در انتهای عرایض بنده مطلبی بود که احساس کرد که به درد بقیه دوستان میخوره، به هر حال ما الان یه جمع بزرگترها هستیم که اینجا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من خواهش کردم که بچه ها تشریف نداشته باشن. اگر آخرش هم هر دوست بزرگواری احساس کرد که نکته ای هست که به درد بقیه بچه ها میخوره، من به عنوان یک تریبون این رو خدمت بقیه دوستان عرض میکنم، میتونید که ارسال بفرمایید که بگم. یک، آقا ازتون خواهش میکنم از امروز تا روز کنکور ببینید یه دونه یه دونه به این عرایض بنده گوش بفرمایید. از تمام صحبت های من از الان تا روز کنکور ببینید، خیلی از رفتارهای بچه های ما اشتباهه، خیلی وقتا کمکاری میکنن، خیلی وقتا به قول معروف نواقصی دارن که خیلی عیانه، یعنی من و شما خیلی خوب میبینیم ولی خب بچه ها نمیبینن. در وهله اول این خدمت رو عرض بکنم که برادر من، خواهر من، حداقل 50% تقصیر بچه ها نیست. ازتون خواهش میکنم نظارت کامل داشته باشید. البته عرض کنم، حالا بعدش باز بهتون میگم که منظورم نظارت چیه، ببخشید و بشین و بفرما و به تمگ یه معنی میده، ولی خب طبیعتاً تأثیر بفرمایید خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تر و راحت‌تره تا الفاظ دیگر. حواستون باشه بچه‌هاتون چی گوش میدن، چی نگاه میکنن. ببینید ما خیلی وقتا تعریفمون از مثلا دغدغه خیلی از اولیا اینه که آقا بچه با موبایل خیلی ور میره، بچه نمیدونم تو اینستا خیلی میچرخه، بچه تو فضای مجازی خیلی میره میاد. من همیشه میگم بچه‌هام بچه‌های خوبی هستن، تو فضاهایی که نباید برن نمیرن قطعا، ولی متأسفانه خیلی وقتا ببینید بچه‌ها از فضاهای مجاز هم، اونایی که مجاز یعنی مشکلی براش وجود نداره، هم ضربه میخورن. ببینید 50% از مشکلات بچه‌ها نیست. ببینید خیلی وقتا ماها همه چیزو گذاشتیم تو سال 12، ببینید کل کنکور اومدیم خلاصه کردیم تو سال 12، این خیلی بده.
مادر من پدر من چرا تو سال دهم یازدهم حواستون نبوده؟ همه فشارا رو گذاشتین تو سال دوازدهم. کنکور سه تا ساله، دهم، یازدهم، دوازدهم. دهم، یازدهم بچه رها شده. ببینید بچه اسمش روشه، بچه است. ازتون خواهش میکنم دریافت کنید از من عسگری. بچه‌ها از نظر فیزیکی بزرگ شدن ولی از نظر فکری هنوز به اون تکامل نرسیدن. بله بله تعالی. من با خیلی هاتون در ارتباط هستم در این باره، با خیلی از بچه هاتون دارم میبینم. چرا بزنم هستم بچه هایی که ماشاءالله خیلی بیشتر از سنشون، شاید حتی 10 سال بالاتر از سنشون درک میکنن خیلی از مسائل، ولی عمدتا همچین چیزی نیست، فقط از نظر فیزیکی بزرگ شدن، خام و بی تجربه و پر از هیاهو. درست شد؟ تو سال دهم رها کردیم، تو سال یازدهم رها کردیم، همه رو گذاشتیم تو سال دوازدهم. خب بابا جان من، اینو بپذیریم سخت میشه برای بچه‌هامون. آقا این کمکاری شما بوده که تو سال دهم و یازدهم حواستون نبوده، اون فشار حداقلی، اون نظارت حداقلی نبوده رو ماجرا، تمام فشار اومد تو سال دوازدهم. خب این بده، اینو یکم اصلاحش کنید. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما رو والله و بالله و تعالی، ببینید تو لایوهای صبحی که من با بچه‌ها میذارم چقدر تاکید میکنم که آقا گول خیلی از حرفا رو نخوریم. آقا تعریف من این نیستش که مثلا دانش آموز اگر میره تو اینستاگرام بر فرض مثال همش میره موزیک گوش میده، نه عزیز، یا میره فیلم نگاه میکنه، نه عزیز، خیلی وقتا میاد پا منبر من میشینه حرفای منو گوش میده. حواستون باشه من چی دارم به بچه‌تون میگم، خودم رو دارم میگم. آقا بچه داره نگاه میکنه، شما هم پیج منو دنبال کن. بچه داره نگاه میکنه، شما هم ببین بچه‌تون چی رو داره نگاه میکنه. من چقدر زبونم مو در آورده از بچه‌هاتون بپرسین. ببینید میگم خوشبختانه، اولش هم عرض کردم تو عرایزم که در ابتدا من و شما نسلی هستیم که کنکور رو تجربه کردیم و میدونیم چقدر سخته. طرف میاد برمیگره میگه من تو 2 ماه یه کار میکنم تو پزشکی قبول بشه. خب عزیز دل من، بچه شما داره اون رو نگاه میکنه، شما توقع دارید با این مسئله با دیدن همچین